به برنامه نان خوش اومدید سلام به همگی من مریم نمازیم و من فریدوز هستم در برنامه این هفته در رابطه با نایکی و هجاب برای ورزشکاران زن صحبت خواهیم کرد فتوای احمقانمون یکی نیست ولی چند تاست توی کتابی که اخیرا منتشر شده از فتواهای احمقانه با توضیح مسائل خمینی در رقابت توی, توی سنگاپور صد در صد و لحظه زیبای زندگیمون در مورد هشت مارس و واقعا تظاهرات پرشکوه زنان در ترکیه مصابه این هفته با سودابه گشت و سبی یک،, یک هنرمند و نقاش ایرانی در تبعید با ما باشید جای نرید برنامه خیلی جالبی خواهد بود نایکی اخیرا هجاب برای ورزشکاران زن تولید کرده و خبرگزاری بلومبرگ گفته که انقدر الان زنان محجبه توی مثلا نمایشگاه های فشن و اینا هستن که اینو داره به عنوان یه انقلاب حیا مطرح میکنه که مشخصه که هیچی انقلابی در رابطه حیا نیست این یک نوع کنترل و پلیس کردن بدن و جنسیت زنانه کلا از سوی مذهب بیان جریانات اسلامی رو از توی خاور میانه برداشتن و بردن توی اروپا و در واقع قاطیش کردن با هدفهای های سازمان های تولیدی بینمالی و این یک حرکت کاملا از نظر حرکت خطرناکی به خاطر اینکه تمام اون چه چیزایی که اتفاقایی رو که توی دنیا داره میفته به علیه زنان به خصوص به علیه زنان که هر ساله سازمان های حقوق بشر دارن بهش اعتراض میکنن حالا امروز این سا... شرکت های چند ملیتی اومدن اینا رو میگن که این یه چیز نرمال و طبیعیه و شروع میکنن براش طراحی کردن رو و سعی میکنن اون ت... در واقع تبعیضایی رو که تو جامعه وجود داره و اون خوشونتی رو که به علیه زنان وجود داره دارن طبیعی دارن یعنی واقعا شده الان یه بیزنس خیلی بزرگ طراحی و تولید هجاب و خب بعضی ها هم میگن که خب بالاخره هجاب آدم ها هجاب میپوشن باید یه جوری تولید بشه و بحث اینه که خب ببینین اولا که باید نگاه کنیم در سطح اجتماعی وسیع هجاب یه چیزیه که داره اعمال میشه خیلی اوقات هم با زور و با حمله آسیتی و غیره داره اعمال میشه و خب میشه گفت پس موقعی که کمربند افت وجود داشت خب خب بس اینا رو تولید کرد به خاطر اینکه نیاز براش هست واقعیتش اینه که این نیازم یه بای... به زور داره تحمیل میشه ولی اینو به عنوان یه خواست و یه جوری دارن مطرح میکنن که بتونن ازش سود در بیارن و به ضرر زنان در میاد شما میتونه تبعیضی رو که توی دنیا وجود داره رو بیان براش یه بازار بسازین سوال اصلا ای که این درستی یا نه میشه مثلا همجنسگرایان و دیگر و جنسی حقوق زنان سنگسار توی جامعه خب اینا چیزاییه که میشه براش با همه چیز رو میشه براش باز بازار درست کرد ولی سوال بس اینه که آیا درسته که سازمان های چند ملیتی این کار رو بکنن و در واقع اون بیان فاشیستی دست راسی نمیدونم مذهبی رو به یک بیان طبیعی تو جامعه تبدیل کنن به یک گفتمان طبیعی تبدیل کنن این کار خیلی خطرناکی که نایک داره میکنه و به نظر من دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره همش داره بس پیدا میکنه به اون مقداری که سود میخوان به وجود بیارن و این بازار رو تعیین میکنن در این مورد و به خصوص وقتی نگاه میکنیم که این فرهنگ حیا اون, اون وره فرهنگ تجاوزه مثلا توی فرهنگ تجاوز میگن که خب زن به خاطر نوع پوششش خب بعد معلومه به چه دلیلی هست که بهش تجاوز شده از این برم میگن که خب زنی که بی بوده خب هر کاری میشه بهش کرد یعنی واقعا اون ور سکه فرهنگ تجاوزه و یه حرف خیلی خوبی میزنه میگه که تو این فرهنگ مرد که ناموس مال خودشه زنم اون کسیه که بی و شرم و نمایندگی میکنه همیشه میافته کردن زن و اینو فرهنگ حیا خطرناکیش تو اینه واقعا ته تهش ضد زن خیلی اوقات ولی به عنوان یه چیز مثبتی مطرح میشه که تو جامعه سر میکنه اینا نیا، یه نیازی رو تو جامعه رو در واقع برآورده میکنه و این به نظر من این درجه از خطری رو که وجود داره و در واقع کار خیلی به نظر این نکته عطفی این کاری که دارن میکنن و جنبش بر علیه زنان رو که میبینیم که تو تمام دنیا زنان دارن میجنگن برای نه تنها حقوقشون برای حقوق کل جامعه دارن میگن سازمان های چند میلیتی دارن دستشون رو دست جنات اسلامی یه چیزی که واقعیت هست اینه که مذاهب همین دولت های مثل جمهوری اسلامی اینا سعی میکنن نمای بهترین زنو، زن و زن خوب و کسی رو نشون, نشون بدن مطرح کنن به عنوان کسی که حیا داره و از نظر ما واقعا به خصوص تو این مدت که هشت مارس بوده و هر نوع دفاع از حقوق زن به نظرم باید دفاع کنیم از زنانی که بد محسوب میشن بی هیا محسوب میشن و به خصوص تو هشت مارس بحث بد سر این باشه که واقعا فاک هیا این یه چیزی که واقعا ضد زنه و غیر قابل قبوله هفته گذشته فرصتی بود که یک مصاحبه بلندی رو با سودابه گشت یک هنرمند در تبعید که در لندن زندگی میکنه رو باش داشته باشیم و صحبت خیلی جالبی رو سودابه مطرح میکرد یکی از نکاتی رو که میگفت که برای من جالبه میگفت هنر در واقع به خاطر جوهر تولیدی که داره جوهر کریتیویتی رو که داره نقش نقش خدا رو در واقع زیر سوال قرار میده و به همین خاطره که اکثر مذاهب سعی میکنن که محدودیت به وجود بیارن در بیان هنری که تو جامعه و آهاد جامعه دارن و فقط مذاهب هم نه هر نوع دیکتاتوری یعنی این, این کار رو دقیقه میکنه هنر واقعا خیلی اوقات وضع موجود رو زیر رو میکنه و به همین دلیلم هم خطرناک محسوب میشه و همیشه میبینیم که کسایی که هنرمندن نویسندن شاعرن و تو تاترن اینا همیشه اینا کسایی که دارن سرکوب میشن اذیت و آزار میشن و سعی میکنن جلوی هنرشون رو بگیرن دقیقا یکی از نکات رو که مطرح میکرد سودا به توی مصاحبهش از مسابقه خیلی بلند دو ساعته بخش بخش کوتاهی شما میتونیم اینجا نشون بدیم ولی نکاتی رو که مطرح میکرد این که چطوری توی تجربه خودش با محدودیت هایی که وجود برده در واقع امکانات رشد طبیعی بشر رو این محدودیت ها به وجود از بین می بردن این که کلاس های درسش و مثلا کلاس های هنریش رو نمیرفته به خاطر می رفته این جمعی که اصلا جلوی رشدش رو داره می گیره. دقیقا و یه چیز جالبی هم که گفتیم بود که مثلا تو خ... هنرش خیلی از رنگ استفاده میکنه و چقدر این در مقابل سیاهی اسلام و مثلا جمهوری اسلامیه و این یه نوع مقابله واقعا جالبیه آره توی, توی... اه... یک مثالی که میزد اه... تو صحبتاش فکر کنم توی این مصابه هم هستیم که بخشی از کلاسه بوده که یک نفر رو نقاشی کنن که معمولا این کلاس ها سعی کنن فیگر و بدن انسان و حرکت های تو بدن رو بکنن معمولا لخت هستن مدل ها اونجا یه خانمی میری که محجبه ای که کاملا پوشیده شدن رو غیر از لایه لباس ما چیزی که نمیسونه و این کلاس رو دیگه سعی میکنن که نمیرتن خیلی از دانشجوها و, و کسایی که میخوان تو این کار پیشرفت بکنن ول میکنن این کار رو و در واقع جلوی رشد آرتیست و هنرمندا رو میگیره به نظر من خوبه این مصاحبه خیلی جالب رو با هم نگاه کنید با ما باشید سودابه گهشت بی به برنامه نان گل سرخ خیلی خوش آمدین خیلی خوشحالم که این مسابقه رو باتون دارم برحال موفقیت برای شما و بقیه بچه های که دست در کار این برنامه هستن آرزو میکنم قبل از که بپردازیم به کل کارهای هنری رو که میکنی بیشتر از خود تجربه شخصی خود و چطوری به نقاشی و مجسم سازی رو بردی و یه خورده بیشتر صحبت کن در با برای بینندگان برنامه نانه گل سرخ که چطوری آشنا شدی چطوری دست به این کار زدی و هدفت چطوری بود یه خورده از در خودت هم بیشتر بگو نقاشی خود چیزی بود که من همیشه علاقه داشتم یعنی وقتی هم تو ایران بودم کلاسایی میرفتم ولی خب احساس نمیکردم زیادم پیشرفت میکنم کلاس رو ترک میکردم همجور فکر میکنم قبلا برات گفته باشم مثلا یه کلاس رفتم مدل خانومی بود که حجاب داشت رو پوش داشت رو سری داشت بعد خب هیچ ما نمیتونستیم اونو تراحی کنیم بکشیم برحال اینا چیزایی بود محدودیت هایی که بود باعث شد که من ول کنم دیگه نقاشی رو هم. اما دیگه اینجا فرصتی بود که این کار رو مشخصاً هفتش سال اخیر روش خیلی وقت بذارم انرژی بذارم معمولا رو کلاش کار میکنم کلاش همون و تیک های کاغذه که به هم وصل میکنیم Uh, و uh, مجسم سازی و نقاشی که ابستراک هستش um, این فرمایه که روش بیشتر کار میکنم uh, و uh, در مورد افستراک همجور که uh, مطمئنم اطلاع دارین uh, چا, چا, چوب خاصی نداره یعنی افستراک همین نقاشی که الان پشت سرم میبینید um, خودش حرکت خودش رو داره اصلا کنترلش من نمیتونم بکنم بارها کسایی بودن خواستن از من نقاشی بخرن گفتن ما خیلی این نقاشی رو دوست داریم ولی سایز بزرگتر میخوایم و من گفتم متاسفم نمیتونم بکشم بعد براشونم مثال میزنم میگم ای خودش میره و من اصلا نمیتونم کنترل کنم مثل نقاشی از یک پنجره نیست که من ده تا ده نو براتون بکشم این پنجره یا دیوار در مورد مجسم سازی خب همجه که فیگرها رو میبینید فیگرهای پازیتیویه خب انرژی و وقتم محدوده نمیتونم خیلی دوست داشتم تمام فیگرها رو مجسم رو بسازم ولی متاسفانه نمیتونم مجسم سازی منم من راستش همجه علکی علکی مجسم ساز شدم به نظر خودم دوستی داشتم مجسم ساز بود و خانم کانادایی بود یک روز من با گل من تا اون موقع تا هشت سال پیش مثلا دست به گل نزده بودم اصلا نمیدونستم گل چیه من یه چیزی ساختم تحت تاثیر اون خانم یه چیزی درست کردم و خیلی بر او خانم جالب بود گفت تو طبیعی مجسم سازی نچارسکاپتور به قول خودش بعد یه روز منو در جمعی به دوستاش معرفی کرد و گفت صدابه مجسم سازه و من اصلا مجسم ساز نبودم <آع Ty deutschen> و من از اون روز تصمیم گرفتم مجسم ساز باشم گفتی فیگرهایی رو که استفاده میکنی فیگرهای پازیتیویه خب من دیدم مثلا شما ویلیام موریس هست داروین هست لوزر لوگزانبورگ هست شاملو هست نیمایوشی نیمایوشی و چجوری اینا پوزیتیو هست اینا رو بیشتر میشه توضیح بوده و چرا این شخصیت رو انتخاب کردی اولا اولین اولی مجسمه ای که من ساختم کارل مارکس بود آم. بعد خب به خاطر علاقه که به کارل مارکس داشتم جذابیت نظرهایی که داشت و هنوز برام خیلی جذاب این نظرات بعد از کالماکس دیگه سعی کردم یک یه خورده رنج رو وسیع کنم یعنی فیلسوف، آرتیست، ساینتیست دیگه شروع کردم مجسمه های دیگر ساختن و خیلی هم باش خوشحال بودم بعد از یه مدت به من گفتن خیلی مجسمه های زنت اصلا مجسمه زن نمیسازی خب من به روزا لکسانبورگ علاقه داشتم به فروغ فرخزاد علاقه داشتم اینا رو درست کردم و گفتن مجسمه ایرانی من برام زیاد چیز نبود یعنی برام مهم نبود مجسمه ها هیچ چیزی نداشت چارچوبی نداشت حتما مالی کشور خاصی باشه جذابی فقط رو برام جذابیت داشت مهم نبود از کجا باشه بعد ولی به خاطر یک سری دوستای ایرانی هم به برای علاقه داشتم احمد شاملو علاقه داشتم و فروخ و رخصاد اینا را هم درست کردم آره همه شاعرن میدونی که آره همه شاعرن ولی بعد دیگه نویسنده مثل چارلز دیکنز شکسپیر اینا هم جز کارهای اولی هم بود آره بعد من وقتی اولین موزه که از من خرید موزه طبیعت بود سا... نشال تاز... هیستوری, هیستوری میزیوم تاریخ طبیعت با. تاریخ طبیعت دیگه خیلی اعتماد به نصف پیدا کردم به قول من رو خیلی پررو شدم دیگه ویکتوریا آلبرت میزیوم رفتم گفتم کارای منو نشال هیستوری میزیوم داره میخاره موزه تاریخ طبیعت و اخیرن هم که دانشگاه آکسورد باز بهشون گفتم موزه های دیگه کارای منو میخرن عکساشو دیدن گفتن سه تا نمونه بفرست به معنی که سه تا نمونه رو فرستادم بعد دو هفته گفتن اون ستا رفت ما می‌خواستیم ببینیم عکس مردم تو آکسفورد چجوریه؟ و دیگران شروع کردن به من اوردر میدن اونم کار هنری خیلی منو زنده نگم داره البته من واقعا نظرمینه برای همه همینطوره <تصفح> <مید> کلاجای منو اگه ببینید آ, خیلی مشخصه لاقل در یک تعدادشون نظر سیاسی منشون نشون میده آ, من کلاجای دارم بچه های آفریقا اینا از تیکه از کاغذ هست 17 تیکه از کاغذ به سختی کسی که میبینه آ, فکر میکنه نقاشی این یا یک عکسه در حالی که این عکس نی این تیکه کوچیک کاغذه و این تیکه های کاغذم از همه جا گرفتم حالا میتونه یک عکسی از بلوچستان باشه پشت اون بچی آفریقایی انداختم میتونه یک راباریکه آب از افغانستان باشه اینا رو با هم یک مجموعه درست کردم یا کولاج دیگه در مورد استثمار آفریقا هستش که اینم استثمار کننده روی دوش یک آدم خیلی لاغر مفلوک آفریقایی هستش و دست، یک دستش ترازو گرفته که میخواد بگه من اعتقاد دارم به عدالت و برابری و یک دست دیگهش یک اسا گرفته یک چوبی میخواد بگه من وزنمو روی این بیچاره مفلوک ننداختم من وزنمو روی این اسا انداختم بر حال کلاجام نشون دهندن و مجسمه ها هم, هم فکر میکنم همینطوره بر حال روسا لوکسانبورگ کال ماکس یا حتی داروین ویلیام موریس اینا نشون دهنده یه دید خاصیه فکر میکنم کسایی که توی ایران از دست رفتن و کشته شدن به وسط جمهوری اسلامی شما یه کار کرده بودی که از نوشته های کسایی که فکر کنم توی زندان بودن باید. چیزان اینو بیشتر میتونید توضیح بدید آره من کاغذهای وسیعت نامه های بچه های زندانی که بعد فوت کردن توسط این بچه ها گرفتم تو از کشورهای مختلف و اونو پشت یه گلی انداختم برحال بگرانده یه گلی شد رنگ های مختلف روی زدم و این تیکه های وسیعت نامه ها رو همه رو مثل کلاج به هم وصل کردم درسته. دلیل علاقه خودم به افسرات همجور حالا متاسفانه اینجا زیاد نقاشی ندارم من در حال فقط این پشت سرمه همجور که میبینید خیلی حرکت داره یعنی اصلا جایی نایستاده این رنگ خودش میره و این باعث میشه من خیلی برام خیلی جذابه و و درونش رنگ هست چون من خیلی به رنگ علاقه دارم در مورد رنگ من فکر میکنم مال گذشتمه که در ایران زندگی میکردم ما رنگی نداشتیم یعنی اون دوره که من ایران بودم همه چی یا سیاه بود یا قهوه ای پر رنگ بود در واقع رنگی نبود و خب رژیم جمهوری اسلامی هم خوب میدونست این رنگ یعنی ش... نظر منم رنگ یعنی شادی و سیاه و قهوه یا اینا حال اونا توی یه سیاه من خیلی بکار میبرم قهوه خیلی بکار میبرم در تابلو ولی نه فقط اون شاید علاقه من به رنگ به خاطر گذشتم باشه یعنی که انقدر نشات میده به یک کار هنری بخصوص خصوص از تجربه خود که گفتی در تو ایران که بودی اون محدودیت هایی که به وجود اومده بود این تضادی رو که اینا رو بیشتر میخوای توضیح بدی برام من فکر کنم در رابطه با مذهب اولا هنر من واقعا نظرم اینه که خیلی آدم ها مذهب میکنه جدا میکنه مذهب اگه واقعا دنبال هنر بری چون باعث میشه به چیز دیگه فکر کنی اون چیزی دیگه که فکر میکنی آفرینش تولید یک کار هنریه دیگه به این فکر نمی کنی که یک کس دیگه تو رو تولید کرده آفریده بیشتر به این فکر می کنی تو چی می بیافرینی وقتی به این فکر کنی خود طبیعتا دیگه نمیری دنبال آفرینندت که خدا باشه بچگی به ما گفتن من فکر میکنم برای مبارزش هم اینه که واقعا حالا تو چاچ اگر در مورد هنر سال اگر خیلی عمومی نباشه مشخصا در مورد کاری که کار من یا هنر گفته باشی هنر خیلی دور میکنه یعنی از از مذهب یه سازمانی به من گفتش که خیریه‌ای بود گفت به بچهای کویتی برم درس بدم این بچه کویتی بچه های که دولت اسدلس بهشون میگن یعنی دولت ندارن در واقع کویتی حساب نمیشن همه هم, هم کویت به دنیا آمدن بزرگ شدن حتی پدر مادراشون کویت به دنیا آمدن بزرگ شدن و اینا فقیرن اینا پناهندن من به این بچه ها قرار بود درس بدن درس هنر و معلم که خودشم یا آقای کویتی بود یا همون مدیر اون سازمان به من گفت باید دختر, دختر بچه ها و پسر بچه ها رو جدا بشونی من قبول نکردم گفتم این کار هنری ما میخوایم با هم کنیم و حتما اینا باید از هم تاثیر بگیرن من نمیخوام یه میز برم فقط پسر بچه ها ببینم چی میگن یک میز برم دختر بچه ها ببینم چی میگن اونجا قرار بود من کلاج و کارهای دستی با این بچه ها کنم معلم مجبور شد قبول کنه چون یعنی اون مدیر اون سازمان مجبور شد قبول کنه حرف منو به خاطر اینکه بوجه گرفتاد بر اون اگر من قرم می‌کردم میرفتم اون بوجه رو باید پس میداد و من قرار بود ده جلسه اونجا چیسونم کنم درس بدم و یه نوعی من پیرو شدم و اونجا مشکل با پسر بچه ها داشتم بعد از مدیر اونجا پسر بچه ها بودم ما پیش دختر رو نمیخوایم بشینیم نه همشون بعضی و این بچه ها بعد دو جلسه چنان چیز شدن که با هم قاطی شده بودن که حاضر نبود پسر بچه ها حاضر نبودن با دوستای پسرشون حرف بزنن همه و خیلی تاثیر داشت علاج پیش برد کار هنری خیلی تاثیر داشت نظرهای مختلف میدادن دیگه مثل روز اول پسر بچه ها دختر بچه ها رو مسخره نمیکردن. میخوام این مثالی که زدم به خاطر میگم مذهب همه جا هستش از خونش که می همه اینجا تو اروپا که داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم مقابله باشم مقابله با مذهبم اصلا چیزای کوچیک شروع میشه میگم با یه مثال کلاس گفتم که واقعا من حاضر نبودم بشتم بدم و نکردم این کارو خبر خیلی خوبی داریم برای شما دوستان در سنگاپور گروه علمای اون کشور یک کتاب منتشر کردن از تمام فتواها و خیلی خوب خیلی خوبه چون وقتی آدم میخواد بره دنبال یه فتوا احمقانه دیگه لازم نیست سرچ کنه میره کتاب رو باز میکنه میتونه بخونه دو ساعت بدون وقفه خنده کامل داره چیز میکنه با توضیح مسائل آیت الله خمینی رقابت میکنه تو بازار آدم میگه کدما از کدما احمد احمق احمد هم میزنه و جالب اینجاست که معاون نخست وزیر اومده و این کتاب رو معرفی کرده و گفته که میتونه یه منبع خیلی مهمی باشه برای آموزش واقعا آموزش راست میگه به نظر من نکته خیلی مهمی داره میگه آموزش این کتاب باز میکنه میگه از این نظرات به سرعت دوری بکنی به خاطر که زندگی خوب نیست واقعا کتاب هست حالا تو احمقانه هفته پیش هشت مارس بود روز جهانی زن و واقعا یه روز پرشکوهی باشکوهیه روزی که به یاد میاریم مبارزه برای رهایی زن و بالاخره در کشورهای مختلف اعتراضات وسیعی صورت میگیره یه اعتراض خیلی واقعا پرشکوهی که صورت گرفت توی خود ترکیه بود که ده هزار زن اومدن توی خیابونها علیه خشونت علیه زنان و در دفاع از حقوق زن دقیقا توی استانبول بود توی آنکارا و شهرهایی که کردنشین هست و جنت مختلف زن آمده بودن با هم وحدت داشتن یه نکته رو که صحبتی رایی که توی اخباری که آمده بود مطمئن کردن میگفتن تمام زن مثل اینکه در محاصرن بدنشون گفتم بدن ما مورد حمله است فکر ما مورد حمله است امکانات و زندگی ما مورد حمله است و واقعا زنا امروز در جهان تو صف اول مبارزه برای مقاومت هستن با اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته یکی از کسایی که اونجا بود توی این اعتراضات میگفت که ما برای بقا می جنگیم برای زندگی می جنگیم و واقعا یک روز خیلی مهمی بود امیدواریم که هر روز هشت مارس باشه و یک روزیه که مقاومت برای رهایی زن و در سطح دنیا نمایندگی میکنه و در سطوح مختلف میشه این مبارزه رو دید دقیقا و این داره ادامه پیدا میکنه بعد از هشت مارس تظاهرات های تو شهرهای مختلف دنیا داره اتفاق میفته و علیه خوشونت و این یک حرکتی که ادامه خواهد داشت و زنان در صفحه اول مبارزه و مقاومت قرار گرفتند به هر حال امیدواریم از این برنامه این هفته خوشتون اومده باشه تا هفته آینده روزها و شب‌های خیلی خوبی داشته باشین تا بعد And I'm Faribos Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why you need to support us we are and the alternative voice in middle east and north africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.